سلام، به آشپزخونه بینکوک خوش اومدید. امروز میخوام کباب ترش درست کنم، یک کباب پرطرفدار گیلانیه. برای شروع کار یه دونه پیاز بزرگ و با رنده درشت رنده میکنم تا زیاد آب نندازه. پیاز رنده شده رو اضافه میکنم توی ظرف بزرگتر بدون اینکه آبشو بگیرم. بعد گوشتم رو اضافه میکنم، گوشت چرخ کرده رو. حالا باید گوشتمون رو مزه دار کنیم با ادویه و سیر. یه دونه سیر درشت رو رنده میکنم روی گوشت. خوشحال میشم مثل همیشه لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید. متشکرم. بعد ادویه ها رو اضافه میکنم. زردچوبه، فلفل سیاه و همینطور یه مقدارم نمک. اونا رو خوب برز میدم. گوشت من کاملا یخش آب نشده، با دست کمی ورز میدم تا یخش آب بشه. حسابی گوشت و ادویه ها رو با هم دیگه ورز میدم تا گوشتم مزه دار بشه. هر چقدر بیشتر ورز بدیم باعث میشه گوشتمون منسجم تر بشه، بافتش محکم تر میشه و اصلا دیگه وا نمیره توی تابه. حالا حسابی گوشتم و ورز دادم آماده است. توی تابه یه مقدار روغن میریزم، بعد گوشتم رو انتقال میدم توی تابه. گوشتم رو با دست پهن میکنم. همه جای سطح گوشت باید یک دست باشه. کاملا صاف و پهن میکنم. لبه های گوشتم کاملا منسجم میکنم به هم دیگه تا یک تیکه باشه. بعد از اینکه گوشتم رو کاملا پهن کردم، با یه وسیله، من با کفگیر چوبی حالت میدم، برش میدم به فرم کباب به یه اندازه و به یه سایز. قبل از اینکه کبابمون سرخ بشه باید این به این صورت فرم بدیم، چون اگه بعدش بخوایم این کار رو انجام بدیم کبابا به هم میچسبه و خرد میشه. الان خیلی راحت حالت کباب رو میگیره توی تابه. خب برای پختشم اول با حرارت نسبتا زیاد میذاریم تا آب بندازه، بعد حرارت رو کم میکنیم تا یه طرفش سرخ بشه. وقتی که سرخ شد آروم برمیگردونیم طرف دیگرم سرخ بشه. یه کباب خیلی خوشمزه و عالیه. خب تا طرف دیگه کباب منم سرخ بشه با حرارت ملایم، یه دونه پیاز متوسط رو یا رنده درشت میکنید یا به صورت نگینی ریز ریز میکنیم و هر دو روش میشه. الان من پیازم رو ریز نگینی میکنم، تا جایی که میتونم ریز ریز میکنم. تو کامنت ها برام بنویسید آیا شما تا حالا این کباب ترش رو درست کردید؟ پیازام که خوب ریز شد توی تابه یه مقدار روغن میریزم، اجازه میدم کمی حرارتش گرم کنه تابم و پیازا رو میریزم توی تابه. یه تفت مختصر میدم در حدی که نرم و سبک بشه. کافیه. خب حالا یه مقدار نمک اضافه میکنم به پیازام. فلفل سیاه میریزم. یه مقدارم زردچوبه. یه قاشق غذاخوری هم رب گوجه فرنگی اضافه میکنم. این رب گوجه فرنگی خونگیه که آموزشش هم توی کانالم هست. اگر دوست داشته باشین نگاه کنین. خب حساب اینا رو با هم دیگه تفت میدم تا خامی ربم در بیاد و طعم و عطر ادویه هم آزاد بشه. بعد دو قاشق غذاخوری پرم رب انار نیاز دارم. رب انار رو که اضافه کردیم زیاد نباید تفت بدیم، در حد یه دقیقه کافیه، چون ممکنه سسمون رو تلخ کنه. من به اندازه دو قاشق غذاخوری سبزی محلی شمالی دارم.
اونو اضافه میکنم به سسم. اگر نداشتید مشکلی نیست، از سبزی های اینجا میشه استفاده کرد. بعد به اندازه نصف پیمانه گردوی خرد شده، میتونین گردوی آسیاب شده هم بریزید، ولی من ترجیح دادم گردوی خرد شده بریزم که زیر دندون بیاد. بعد از یه تفت مختصر دادم آب میریزم و اجازه میدم سسم بجوشه و به غلظت برسه. خب سس من الان کاملا جوشیده، یه مقدار به غلظت رسیده، زیاد نباید غلیظ باشه، یه کوچولو آبدار باشه خوبه. من کنار این کباب ترش کته ایرانی میذارم، برنج ریختم توی قابلمه همراه با نمک و روغن، اجازه میدم تا آماده بشه کتم. خب اون بره کبابام سرخ شده، سسی که غلیظ شده بود اضافه میکنم به تابه روی کبابام، کاملا همه جای کبابو آغشته میکنم به این سس، اجازه میدم با حرارت ملایم بجوشه تا به خورد کبابام بره. در تابه رو به صورت نیمه میذارم تا آماده بشه. خب الان یه مقدار سسش غلیظ‌تر شده، گوجه حلقه میکنم، اضافه میکنم توی تابه تا با حرارت ملایم یه مقدارم نرم بشه و بپزه گوجه هام. بعد یه مقدار من پودر سیر میریزم، خیلی کم، خوش عطر رو خوش طعمش میکنه این کباب ترشامونو. ببینید سس کبابام کاملا به روغن افتاده. خب دیگه الان کبابای ترش من آماده است. پلوی منم دم کشیده، اونو تو دیس میریزم همراه با زعفران و کبابای ترشی که آماده شده. یه غذای واقعا خوشمزه و فوق‌العاده گیلانیه، پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید. سسش هم کاملا غلیظ و عالی شده و به روغن افتاده. کباب ترش یکی از خوشمزه ترین و پرطرفدار ترین کبابای گیلانه. امیدوارم از این آموزشم خوشتون اومده باشه و بپزید و کنار خانواده بخورید و لذت ببرید. از همراهیتون متشکرم.